اجلاس رسمی پارلمان اروپا. بحث اشرف با حضور کاترین اشتون، نماینده عالی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بروکسل، اول فوریه 2012. استران استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. مارتین کوبلر به رغم تعهد قبلیش یادداشت تفاهمی را با دولت عراق بدون موافقت ساکنان کمپ اشرف به امضا رساند، کاری که حتی برخلاف توصیه های دبیر کل ملل متحد بود. او دیروز طی اطلاعیه‌ای گفت کمپ لیبرتی برای 3300 تن از ساکنان اشرف آماده است، اما این یک کمپ پناهندگی نیست و در واقع یک زندان است. خواهش میکنم تأکید کنید که دولت عراق به تعهدات خود پایبند باشد و اجازه ندهید آنها از زیر آن شانه خالی کنند. کاترین اشتون، نماینده عالی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. شما میدانید که من این مسائل را با مقامات عراقی در میان گذاشتم و ما روی این مسئله بحث‌های متعددی داشته‌ایم و موضوعی است که به حق جای نگرانی زیادی هم دارد. مارتین کوبلر فردا اینجا خواهد بود و می‌دانم که با شما نیز ملاقات خواهد کرد، نه تنها به دلیل اینکه این موضوع برای شما مهم است، بلکه به این خاطر که برای اعضای این پارلمان مهم است. ما با او فردا ملاقات خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که او این پیام ها را دریافت کرده است.